امروز میخوام بریم به شهرده. شهرده یکی از جنوبی‌ترین بخش‌های تهرانه. البته خود شهرده یکی از شهرهای بسیار قدیمی ایرانه که حالا به خاطر نزدیکیش به شهر تهران و بعدها در کنار شهر تهران قرار گرفتنش به یکی از بخش‌های تهران تبدیل شده. اغلب کسایی که برای حالا سفرهای زیارتی یا توریستی به شهرده میان، حالا چه از شهرهای دیگه کشورمون یا از شهر خود تهران، از سه تا مسیر بزرگراه آزادگان و یا بزرگراه امام علی علیه السلام میتونن برن، یا از طریق مترو که جزو ایستگاه‌های پایانی جنوب شهر تهران ایستگاه شهرده هست. ولی خب اکثر کسایی که به شهرده میرن اول برای زیارت به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی میرن و بعد از اون میتونن به بازار شهرده دسترسی پیدا بکنن برای تهیه سوغات که یکی از رسم‌های قدیمی مردم کشور عزیزمون. در این برنامه سفری به شهر ری خواهیم داشت تا بعد از زیارت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی به بازمونده بازار شهر ری بریم و ضمن صحبت با کسبه بازار قدیمی شهر ری رو از نزدیک سیاحت کنیم. اینجا نمادی از دروازه ورودی شهر ریه. سلام، سهیل صدیقی هستم و در تهرانگرد امروز میخواییم سری بزنیم به شهر ریه تا بعد از زیارت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی با هم سری به بازار قدیمی شهر ریه بزنیم و این بازار رو از نزدیک با هم ببینیم. شما هم با ما همراه باشید. این بنا به یادگار و نمادی از دروازه شهر ریه. شهر ریه جنوبی ترین بخش تهران و همون جایی که ماشین دودی برای اولین بار در ایران استفاده شد و حالا جایی برای خرید و زیارت مردم تهرانه. به هر حال سفر به شهر ریه از هر جای ایران که باشه سفر به معنویت و قدمت و اصالت. اینجا ورودی غربی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی. حرم مطهر ایشون 4 ورودی داره، غربی و شرقی و شمالی و جنوبی، که البته بازار در ضلع شمالی حرم قرار گرفته و از درب شمالی حرم که وارد بشیم از بازار رد میشیم. از هر کدوم از این ورودی‌ها که شما بخواید به حرم دسترسی پیدا بکنید از فاصله دور حرم رو مشاهده میکنید. اغلب در کنار مکان‌های مذهبی و متبرک و جاهایی که عزیزان برای زیارت به اونجا میان وجود بازار الزامی بوده و همیشه در کنار این مکان‌های مذهبی بازاری هم شکل می‌گرفته. و علتش هم این بوده که کسانی که برای زیارت به این مکان‌های مذهبی می‌اومدن بعد از انجام زیارتشون برای خرید سوغاتی و یا خیلی چیزهای دیگه و موارد مصرفی و نیازهای روزمره‌شون باید به این بازارها می‌رفتن. امروز هم ما به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی اومدیم. برای سر دوستان رو من میبینم که اینجا فرش بند کردن و نشستن و برای زیارت اومدن. بریم باشون یه صحبتی داشته باشیم ببینیم که برای چی اومدن، به کجا رفتن و به کجا قراره برن. اما همراه باشیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خوبه. شما خوبه. سلام خوبه. سلام ممنون. از کجا تشریف آوردین؟ ما از نیشابور
خراسان. به به. برای زیارت حرم حضرت عبدالعظیم ان شاء الله داریم برای کربلا. از اینجا هم تشریف دارید کربلا. به به. خوش و سعادتتون. سلامت باشید. التماس دعا. محتاج مدعا سلامت باشید. تشریف آوردید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و زیارت کردید، بازار هم رفتید؟ هنوز نرفتیم، داریم میریم بازار ان شاء الله. بازار هم داشتید. بله. برای چه کاری میرید بازار؟ برای خرید سوغاتی، چیزی برای بچهای نو بخریم. میدونید سوغاتی بازار شهر چیه؟ سوهان و پشمک رو فکر کنم از این حرفا چیزا باشه. دستتون درد نکنه. سر شما درد نکنه. آقا التماس دعا برام بکنید. سلامت باشید. زیارتتون قبول بشه. قربان شما. خدا نگهدار. خدا به شما. سلامت. سلامت. حرم حضرت عبدالعظیم دارای چندین شبستانه که همه اونها به حیات دلگشا راه دارن و پس از زیارت حرم نشستن در یکی از این حیات ها و خواندن هدیه های مختلف روح و روان انسان رو جلا میده. آرامگاه حضرت عبدالعظیم در مجموع آرامگاه های نوادگان امام حسن علیه السلام قرار دارد و این آرامگاه به همراه امامزاده حمزه علیه السلام و امامزاده طاهر علیه السلام یکی از بزرگترین زیارتگاه های شیعیان ایرانه و مربوط به دوره ایلخانی و صفوی و قاجاره. بنای اولیه این آرامگاه را محمد پسر زید دایی علوی در نیمه دوم قرن سوم هجری تعمیر اساسی کرده و درگاه اصلی و ورودی آن در شمال آرامگاه قرار دارد. بنای آرامگاه در بخش پایین چهار گوشی و هر سوی آن حدود 8 متره. در بالا مانند همه بناهای سلجوقی بر فراز چهار گوشه حرم چهار گوشواره یعنی چهار طاق مورب بنا شده. سفر به شهر ری به خاطر حضور بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی و دیگر مکانهای مذهبی این شهر یه سفر ملکوتی و یه سفر عرفانی میشه. بهتون توصیه میکنم اذان ظهر حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی رو از دست ندید و یه خلوت دلنشین برای خودتون ایجاد کنید. با ما همراه باشید. به زیارت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و امامزاده حمزه علیه السلام و امامزاده طاهر علیه السلام رفتم و بعد از زیارت یک گوشه نشستم و محو در حال و هوای ظاهران شدم. هر کس به نوعی مشغول عبادت و خلوت با پروردگار عالم هستی بود. همواره در طول سال زائران زیادی برای زیارت حرم‌های متبرک اینجا به شهر ری سفر می‌کنند که بعد از سفرشون و بعد از انجام زیارتشون به بازار شهر ری میرن. اونجور که من شنیدم بازار بسیار پر رونق و زیبا و همچنین تاریخی داره. با ما همراه باشید. ما هم بعد از زیارت می‌خوایم بریم به بازار. من یاد بازار افتادم و به سمت شمالی حرم که به سمت اصلی یا باقی معروفه برگشتم و به سمت بازار راهی شدم. با ورود به بازار اول کمی ایستادم و به بازار و زائرین نگاه کردم. راستی بازار بسیار شلوغ بود و شلوغی جلوی خوشه‌ها از اجناس مختلف و بدون نزد این شلوغی رو تو چندان می‌کرد.
بازار شهرری یکی از قدیمی‌ترین بازارهای استان تهران است. خدمت تاریخی اون برمی‌گرده به دوران صفوی. اکثر بناهایی که توی بازار شهرری وجود داره از خشت و گل و گچ ساخته شده. یه قسمت‌های مسقفه و یه قسمت‌هایی که هم مسقف نیست. اما دالان‌های مختلفی قرار گرفته، راسته‌های مختلفی داره که مردم سمت‌های مختلفی در اون مشغول فعالیت هستن. اما دو تا راسته اصلی داره که این دو تا راسته در یک جایی با هم تلاقی پیدا می‌کنن و به اونجا میگن چارسو. جالبه در کنار یک مکان زیارتی همیشه یک کاروانسرا برای استراحت و اسکان زائرین وجود داشته و در کنار این کاروانسراها بازار هم شکل می‌گرفته که برای تأمین مایحتاج روزمره زائرین بوده. اما این بازارها به مرور زمان وسعت پیدا می‌کردن و از بازارهای بزرگی تبدیل شدن. ما هم از گردنآباد هم در بازار شهرری شهرده یکی از شهرهای کهن سرزمین ما ایران از تاریخ پیدایش اون به روزگار مادها میرسه و سابقه 3000 ساله در کاهنان خودش داره. بازار شهرده از جمله آثار دوره صفوی است و این بازار یک بار به دستور امیرکبیر و بعدها توسط سازمان میراث فرهنگی بازسازی و مرمت شد. بازار از قدیم الایام یکی از مراکز فروش ادویه و داروهای سنتی و کالاهای تجاری بود و امروز خیابان داری امروز هم یکی از بازارهای این سن هم همکلا باشید. من سوال کردم یکی از قدیمی‌های بازار حاج محمد صادق عطرانژاد که هنوز هم به شغل شریف عطاری در بازار شهرده مشغول هستند. خواهم به این خدمت ایشون باشون همراهی شدیم که از قدیم بازار و حال حاضر برای صحبت خوبی باید بشنیم. سلام و همراه باشیم. حاج آقا سلام علیکم. سلام علیکم. زنده باشیم. خوب هستیم شما. سلام علیکم. خوب هستیم. سلام علیکم. بازار شهرده یک قدمت تقریبا صفویه داره. حاج آقا چه سالی بازسازی بازار انجام شده؟ حضور ذهن ندارم ولی احساس میکنم 68 تا 70. 68 تا 70 بازسازی انجام. بازسازی انجام شد بره. که کارامسرا رو بازسازی کردن، بازار رو بازسازی کردن که الحمدلله یه ذره اون بقای خودش رو پیدا کرد بازار. بله. چه صنفایی در بازار شهرری مشغول بودن؟ اولین صنفی که قدیم دایر بود یکی تروب قرمز، یکی کاهو، یکی ماس. یعنی تروب قرمز میفروختن و کاهو و اصلا ماس. یه مغازه فقط تروب و سبزیجات میفروخت. در اطراف شهر ری باغات خیلی زیاد بود که همین الان هم شما اگر تشریف ببرین برای سمت بیزهرا میبینیم مثلا کنار خیابونا کلم، گل کلم ها، کاهو ها، همه چی ها. به خاطر اینکه نزدیکی شهر به باغات بود می آوردن اینجا می فروختن. اینجا می فروختن. پس یعنی سوغات قدیم شهر ری کلم بوده و کاهو و تروب و ماست و اینها. بله. الان چیه سوغات بازار؟ الان دیگه همه چی قاطی شده. شده سوهن و آب نبات. البته یه چیزی هم داشت شهر ری در قدیم، آب نبات. که بازم اونم خدا رحمت کنه آقای متین فر که توی بازارنو مغازه داشت که خودش درست میکرد و خیلی قشنگ، ولی الان اومده تو خیابون ساخته میخره میفروشه که اون آب نبات هم دیگه به نام شهرری جمع شده. جمع شد. بله. این فرمودید که بازار نو و این بازار اینها فرق میکنند. بازار نو اتصال به بازار قدیم هم بود. بازار سرپوشیده قدیم یه راسته به سمت میدون کوچیک داشته اولا. بله. چارسو یکی راسته به سمت کارامسر دوقلو داشته، یه راسته به سمت زیر سقاخونه داشته و دیگه نداشته. یه راسته هم میگفتن بغل حموم که این راسته ها هم بغل حموم که هنوز هست. یه راسته هم که انتها میرفتیم خود به بازار نو. این چند تا راسته بوده. این چند تا راسته. بعد بله. همشون صنفای مشخصی داشتن یا اینکه نه؟ نه نه مخلوط بود. مخلوط بود. بله. مثل الان. بله. بله. یکی از چیزایی که توی بازار شهرری معروفه عطاریاش هست. بله. علتش چیه؟ البته عطاری که فقط اینجا سه تا داشتیم. یکی محمد تقی عطارنژاد، یکی حاج محمد رضا عطارنژاد و یکی هم آقای کاشانی. بقیه همه اگر اینا شدن عطاری برگردی به جوازشون میبینی یا خاربار فروش بودن
یا پوشاک فروش بودن، دیدن اینجا 4 تا مشتری میاد واسه عطاری، بلافاصله اجاره دادن به عطاری. و دیگه این اواخر شخصی که خدا رحمتش کنه، اونم بسیار مرد محترم، آقای بشیری بود که روبروی ما هستش، که الحمدلله بستگانش نه بچه ها این چراغ روشن نگه داشتن. میانه کلامتون من شنیدم که چند بار گفتید کمر بازار. آها. اون کجاست؟ چیه اصلا ناسمش؟ چارسو رو، چارسو به بالا رو میگن کمر بازار. چارسو به سمت شمال رو میگن کمر بازار. چارسو به پایین رو چی میگن؟ میگن بازار. بازار. بله. قدیم. یه کاروانسرایی هم تو بازار بوده. اون کجاست؟ این دو تا کاروانسراست، یکی چپ یکی راست، که الان خیلی باز خدا زنده نگه داره آقای محمود صادق و ایشون خیلی دونده ای کرد در میراث فرهنگی. وقتی وارد بشین دست راستش، این که یه دونم قهوه خونه دست اونجا، ایشون به میراث فرهنگی نامه زد و خیلی آشغالا رو برده، یه نظافت قشنگ کرد. ولی دست چپیش همون جوری مونده و خدمت خیلی بالایی هم داره، که قدیما که وقتی می اومدن ری اسب و الاغشون رو می آوردن اینجا میبستن واسه استراحت، و اتاق هم بود که الان بیشتر اتاقا خراب شد. و دیگه یه چیزی باقی نمونده از اون کاروانسرا؟ هستش، نه چیزی ولی هست، بازم نشونه های ازش هست. بله، دستتون درد نکنه موقعی کسب کارتون هم مزاحمتون شدیم. استفاده کردیم با عزتتون. زنده باشید. قربان شما. تا اینجا بعد از زیارت حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی به بازار سنتی شهر ری اومدیم و صحبت‌های آقای عطار نژاد استفاده کردیم. در ادامه به چهار سوق رفته باقی مانده کاروانسرای بازار شهر ری رو می‌بینیم و سری به اصناف دیگر بازار می‌زنیم و سراغ گوشت شتر رو از آقای امیر حسن خادم می‌گیریم. از عطاری که بیرون اومدم تقریبا جغرافیای بازار دیگه برام آشنا بود و تصمیم گرفتم کمی دقیق‌تر راسته‌های بازار رو با اطلاعات جدید ببینم. به این نقطه از بازار شهرره میگن چارسو، که محل تلاقیه دو تا از راسته‌های معروف و قدیمی بازار شهرره. یکی راسته‌ای که به سمت کاروانسرای قدیمی میره و یکی راسته ایه که به سمت میدون کوچیک که در قدیم بهش میگفتن میدون کوچیک میره، و یکی هم راسته اصلی بازاره که از این نقطه به سمت شمال رو به کمر بازار معروفه و اصل بازار هم از حرم تا اینجاست. یکی از قسمت‌های تقریبا مشترک در اکثر بازارهای سنتی سرقاخانه است، که از قدیم محلی عرفانی و محترم و مقدس به اعتبار ساقی دشت کربلا بشه. در بازار شهر ری هم یک سقاخونه قدیمی وجود داره که راسته ای رو به نام راسته سقاخونه به خودش اختصاص داره. اینجا سقاخونه قدیمی بازار شهر ری، یکی از گذرهای معروف بازار شهر ری. این کاشیکاری هم که ملاحظه میکنید کاشیکاری قدیمیه، که حالت این سنگ هایی که کنارش خورده و این حالت سقاخونه بعدها در بازسازی انجام شده. این همون گذر سرقاخونه بازار شهر. یکی دیگه از اصنافی که تقریبا در اکثر بازارهای مذهبی که در کنار حرمهای متبرک ساخته شده وجود داره، حجره‌های فروش انگشترهای مذهبی و زینتی و سجاده و تسبیح می‌باشند، که خودش می‌تونه به نوعی سوغاتی متبرک و معنوی به شمار بیاد. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. حسن هست. قربان شما، سلامت باشید. شما خوبه. داشتم رد می‌شدم دیدم تو بازار شهر ری تعداد زیادی مغازه نقره‌جات و انگشتر و اینجور چیزها میفروشن. بله. علت خاصی داره؟
علت خاصش به خاطر این هستش که مردم به خاطر زیارت که میرن معمولا یه چیزی هدیه به عنوان هدیه برای بستگان و دوستانشون میبرن. انگشتر هم از جمله چیزایی هستش که بیشتر مردم راغب هستن که برای هدیه به دوستانشون هدیه کنن. حالا بستگی داره به نوع خریدشون. بعضی ها هستن که مثال هدیه ارزنده تری میخوان بخرن، بعضی ها یه هدیه معقول متوسط معمولا میگیرن. چرا در کنار مکانهای زیارتی که بازاری تشکیل میشه همیشه این صنف انگشتر و نمیدونم تسبیح و اینها زیاد میشه؟ علت خاصش معمولا به خاطر این هستش که معمولا برای تبرک مردم این انگشترها رو اول میگیرن، تبرک میکنن و میبرن. همینطور که الان دوستانمون توی کربلا میرن انگشتر، تسبیح، چیزهایی که به هر حال برای نماز و اینا استفاده میکنن میبرن. شما چند ساله که به این حرفه مشغول هستید؟ یه چیزی اولوش 23 سال، 24 سال. 23-24 سال. یعنی 23-24 سال قبل در بازار شهریه خیلی انگشتر و تسبیح و اینا فروخته نمیشه. اصلا کلن 3-4 تا مغازه بیشتر نبودن تو کار تسبیح و انگشتر بودن. بودن مغازه‌هایی که خیلی کم محدود بیشتر سجاده و اینا میفروختن. ولی خود انگشتر به خاطر اینکه یه حالت حرفه‌ای‌تری باید داشته باشه، باید کسی باشه که مثلا این انگشتر رو کوچیک و بزرگ کنه که اندازه دست اشخاص بشه که میخوان استفاده بکنن، معمولا استفاده نمی‌کنن. من طلاساز بودم، به اجبار اینکه دیدم که بیشتر مشتریای من نقره میارن تعمیر میکنن، مجبور شدم که کار نقره رو بیشتر توسعه بدم. بله اومدم تو این حرفه و به قول هاش گفتنی تمرکز کارم رو بیشتر توی کار نقره کردم. امروز بازار شهرری رو میشه یکی از بازارهایی دونست که صنف انگشتر و نقره و تسبیح سنگ و اینها توش رواج داره و یکی از جایی بدونیم که بله من طبق اون آماری که من اطلاع دارم، چون اینجا یه زیارتگاه هم داره، مردم به خاطر اینکه میخوام برن زیارت بیان معمولا میان اینجا. اجناسی که مثلا انگشتر تسبیح هستش رو برای تبرک میخرن میبرن به دوستانشون هدیه میکنن. بله خب الحمدلله کاسبی که خوب هست. خدا رو شکر ما راضی هستیم. به 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 زنده باشید. سلامت باشید. قربان شما. موفق باشید. خدا حافظ. خدا نگهدارتون باشه. شما با برنج ایرانیزرش بره با مار بفر. یکی دیگه از کارهایی که بازار شهرری رو متمایز میکنه تبلیغ اجناس در جلوی حجره هاست که همین امر ما رو به سمت یکی از جاذبه های بازار شهرری که کباب سنتی بود کشوند. جای شما خالی. توصیه میکنم اگه به بازار شهرری اومدین از کباب سنتی ایرانی بی بهره نمونید. غذای خوب نون داغ، کباب داغ، کلوی داغ، پلوی داغ، کباب داغ. کباب با سماق قزوین، گرگه برامین، شهریار تهران، نارنج گیلان و پیاز تبریز با نون تنوری وحید عزیز. حاج آقا سلام علیکم. سلام. یا الله. حالتون چطوره؟ شما خوبه؟ شما خیلی خوبی. صندلی بیارم. زنده باشین. سلام باشین. شما خوبی؟ یه جوری تبلیغ میکردی حاج آقا من گشنم شد. بله. با نون سنگک و تنور. اونم دیزی آبگوش. سنگی. زنده باشین. چند سال این کار انجام میدین حاج آقا؟ تبلیغ میکنید برای کارش؟ من در اصل اگه بخوان بگین هنرمند سینما و تئاتر بودم در تهران. یکی از خصوصیات بازار شهرری اینه که خیلی از فروشنده ها کار خودشون رو تبلیغ میکنن و این شوق و رغبت رو در کسایی که رد میشن ایجاد میکنن که وایسن ببینن و استفاده بکنن. درست همین؟ کسبه بازار که تبلیغ کسب خودشونه میکنن. خب این چیزی معلومیه، پر واضحه. انسان ها اگر دارن مثلا در تهران یک چیزی میفروشن تبلیغ میکنن. نونم داریم، کبابم داریم، جوجهم داریم، نداریم، چرخ داریم، دوچرخه داریم، موتورسیکل داریم، نداریم، قالی داریم، قالیچه داریم، پیرهن داریم، کت و شلوار داریم. کت و شلوارش خیلی خوبه. حسن شما این کار همیشگی از قدیم بوده؟ این تبلیغ کردن به این شکل؟ این مرسوم بوده، این سنتیه. تبلیغ اصلا یک چیز خوبیه، جا افتاده است، متین و قابل قبوله، سند داره. خب شما سوالاتونو کردین، منم یک جمله بگم. برای شادی روح آقا عبدالعظیم حسنی و دویاننش، برای سلامتی آقا
امام زمان ولی نعمت ما و سلامتی مهمانان آقا، هرچی ارادت با آقا امام رضا شاه خراسان داری صلوات حیدری بفرست. اللهم صل علی. همیشه محلی برای اسکان زائرین در کنار حرم‌های مقدس ساخته می‌شده و به تبع با اسکان زائرین محلی برای تامین مایحتاج زائرین ساخته می‌شده که به مرور به بازارهای بزرگی تبدیل می‌شده. و در کنار بازارها محلی برای اسکان تاجرین ساخته می شده تا کسانی که برای تجارت به این بازارها میان در اونجا استراحت کنند. لذا کاروانسرا و بازار دو رکن تقریبا جدا نشدنی از هم بود. اینجا باقی مونده کاروانسرای قدیمی شهر ری که در کنار حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی قرار گرفته، دیگه تقریبا چیزی ازش باقی نمونده و اکثرش یا خراب شده یا کاربریش تغییر کرده یا ساختمانهای منستاد جدیدی جاش ساخته شده، ولی حالت تاقهای قدیمی و حجرهایی که در قدیم به عنوان جایگاهی برای پذیرایی از میهمانها و زائرینی که برای زیارت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و یا هر علت دیگهی به شهر ری میومدن از این کاروانسرا استفاده میکنن. اما دیگه متاسفانه چیز زیادی ازش باقی نمونده جز یکی دوتا از این پله ها و این حجرهایی که دیگه اکثرش بسته شده، درهای جدید گذاشته شده و چیز زیادی ازش معلوم نیست. اما یه راهی از اینجا داره به پشت بوم بازار که ما میخوایم بریم بالا و پشت بوم بازار رو هم ببینیم. شما با ما همراه باشید. اینجا پشت ما بازار شهرریه و همونطور که در تصویر مشاهده میکنید گنبد طلایی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی هم در تصویر مشاهده میشه و همچنین بافت معماری بازار هستش که به صورت خشت و گله و این قدمت دیرینهی که داره از دوران صفویه تا الان هنوز پاورجاست و امیدواریم که در آینده هم همینطور پاورجا باقی بمونه. از شمال بازار قدیمی شهر ری که خارج شدم به بازار جدیدی در دو طرف خیابان رسیدم که باز هم از سوهان و انگشتر رو تصویر گرفته تا البسه و پوشاک و حتی قصابی هم در اینجا دیده میشه. با دیدن قصابی یاد یکی از ویژگی های شهر ری افتادم که فروش گوشت شتره. خواستم ببینم هنوز هم گوشت شتر در شهر ری فروخته میشه. آقا سلام. سلام عزیزم. گوشت شتر هم دارین شما؟ بله گوشت شتر هم داریم. ما تو قصابی های تهران که سوال میکنی از هر جایی سراغ گوشت شتر رو میگیری میگن با بری شهر ری. بله. چرا؟ از قدیم ایام شهر ری این قدیمی ترین شهر بوده و گوشت شتر رو داشته، عرضه میکرده و قشر ضعیف هم به قول معروف گوشت شتر رو میخریدن، استقبال میکردن از نظر گرم بودنش. خاصیت داره. الان هنوز هم اینطوره یعنی؟ هست، اما متاسفانه گرون شده، با از گوشت گوسفند هم گرونتر شده. چرا گوشت شتر گرون شده؟ والا به خاطری که راه بسته شده الان سه ساله، میگن مریضی اومده و به قول من رو قیمت رفته بالا، گوشت گوسفند رفته بالاتر. وقت هنوز هم طالب داره گوشت شتر؟ آره استقبال میکنن، بهترم شده، جا مفاده، خصوصا طب سنتی خیلی داره گوشت شتر رو جا میندازه، خیلی هم خوب شده. حالا این که شما دارین چرخ میکنین گوشت شتره؟ این گوشت گوسفند شتر دارم چرخ میکنم، مخلوطش. بله. چرا؟ مخلوط بشه دیگه، مشتری همه آورده میسن گوشت گوسفند با شتران تنگش بزنه. گوشت شده سالمه، با گوشت گوسفند ترکیب میکنن که بهتر بشه. آه گوشت گوساله سرده، شتر گرمه. شتر گرم. بله. گوسفند واسه با شتر واسه میکنن؟ حالا لازم مثلا طعمش رو نرم و چربیش که نرم بشه. چربیش؟ بله. آه گوشت شتر چربیش کمتره، مخلوطش میکنن که زنده باشه. خیلی متشکرم. ممنون. خدا نگهدار. خداحافظ. سفر زیارتی و سیاحتی ما به شهر ری تموم شد. از اینکه مثل همیشه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا
فراموش نکنید تهران رو با ما زندگی کنید. یا علی مدد. تهران بزرگترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران و شهرستان تهران است. جمعیت آن 8,244,535 نفر است و 25مین شهر پر جمعیت جهان به شمار می آید. مساحت این شهر 730 کیلومتر مربع است. این شهر یکی از بزرگترین شهرهای غرب آسیا و 27مین شهر بزرگ دنیا است. شهر تهران در شمال کشور ایران و جنوب دامنه رشته کوه البرز واقع شده است. تهران، تهران، تهران. مردم از اقوام مختلفی در این شهر زندگی می کنند. در تهران مردم به زبان فارسی با یکدیگر گفتگو می کنند. بیشتر مردم در این شهر زبان فارسی با لهجه تهرانی دارند. دیگر اقوام ساکن تهران عبارتند از کرد، آذربایجانی، گیلک، مازندرانی، ارمنی، عرب و لور. تراکم جمعیت در تهران بیش از 10700 تا بیش از 11000 تن در هر کیلومتر مربع برآورد می شود که بنابر آمار 20مین شهر پرتراکم جهان است. تهران، تهران، تهران. شهر تهران در شمال ایران در کوهپایه‌های جنوبی رشته کوه البرز در حد فاصله طول جغرافیایی 51 درجه و 2 دقیقه شرقی تا 51 درجه و 36 دقیقه شرقی به طول تقریبی 50 کیلومتر و عرض جغرافیایی 35 درجه و 34 دقیقه شمالی تا 35 درجه و 50 دقیقه شمالی به عرض تقریبی 30 کیلومتر گسترده شده است. تهران، تهران، تهران.